خدمت بینندگان عزیز تلویزیون سراسری جهانی OIPN سلام عرض میکنم، درود به همه هموطنان عزیزم. انشالله که در هر کجای این گیتی پهناور هستید خوب و شاد و خرم و سرحال باشید. امیدوارم که همیشه شادی در خونه هاتو بنوازد. من میگم بنوازد، به جای که دقل باب کنه میگیم بنوازد. انشالله که همیشه شادی واقعا به دنبال شما باشه، هر جا هستید خوب و خوش باشید در کنار هم، و انشالله که هیچ وقت غم حتی سایه از منازل شما عبور نکنه. به هر جهت به خصوص ماها که دور از وطن هستیم و در قربت، اگر 100 سالم اینجا باشیم باز میگیم راستی چند تومن خریدیم چیزه رو، چند تومن، 1000 تومن بود، هنوز میگم تو باور کنید من بعد از 27-28 سال هنوز یه موقع میگم که راستی چقدر بود؟ 2000 تومن فکر کنم، میگم 2000 دلار، میگم 2000 تومن. به هر جهت اون چیزی که وطن ما به ما یاد داده، اونی که وطن رو دوست داشت، ما هم وطن برای ما عزیز باشیم مثل مادر، و امیدوارم که واقعا همه هموطنان عزیزم در این غربت خوب و خوش باشن و همیشه سربلند، باعث افتخار جامعه ایرانی که همیشه همینجور بوده. بیایید و از داشتن هم، از خوشبخت بودن هم لذت ببریم، چون به عمر خودمون اضافه میشه و حال خودمون خوب میشه. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. هر چقدر که مقدور هست باید سعی کنیم بر خودمون دوست جمع کنیم. اونی که میگن یکیش زیاده دشمنه، اونی که هزاران هزارش کمه دوست و رفیقه. حالا مهم نیست چقدر این رفاقت ها نزدیک و دور باشه، برجد وقتی رفاقت و دوستی باشه خودش زیباست. خب امروز میخوام یاد هنرمندی رو بکنم که سال گذشته از میان ما رفت، و من همیشه به این هنرمند واقعا به قول اینا ریسپکت داشتم و احترام میذاشتم به قول خودمون، و قابل احترام بود چون جزو پیشکسوتای موزیک ایران بود. آهنگایی که خونده هنوز که هنوز در مهمانی ها و عروسی ها و بزم ها و شبای شعر و اینا خونده میشه. چرا؟ که از ملودی بسیار زیبا برخوردار بوده، از تنظیم های قشنگ برخوردار بوده، از اشعار قشنگ برخورداده و صدای قشنگ. اینا وقتی که با هم اینا رو با هم دیگه طرف کنیم و این جمع اینا میشه یک موزیک زیبا. بله، منوچهر سخایی هنرمندی که امروز در میان ما نیست اما خاطرش همیشه بر ما عزیز و زنده است. اجازه بدین که قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم بریم و همجور چیزی ناگفته نمونه. هنوز خیلی از عزیزان ممکنه متوجه نشد، چون گفتم تلویزیون OIPN برای این کردن مدتی است، کردن از یکی دو سه ماهی است که تلویزیون امید ایران و IPN با هم ترفیق شدن، یکی شدن با هم، و چقدر زیباست و میبینید که واقعا از نظر کیفیت تصویری و صدا متفاوت با تمام تلویزیون های ایرانی هست، و انشالله که بقیه تلویزیون ها بتونن از این کیفیت زیبا برخوردار باشن. خب مخارج زیادی برای عزیزانم آقای نادر رفیعی و آقای مهران امیرشاه، براشون مخارج بسیار زیادی همراه با زحمات زیاد، باور کنید این تلویزیون شروع به کار کرده و انشالله که روز به روز موفق تر باشن. این هم چیزی امکان نداره مگر با حمایت و پشتیبانی شما عزیزان هموطنم. برجهت تلویزیونی که میبینید که برنامه‌هاش یه مقدار با بعضی از تلویزیون‌ها، نه که بگم اونا بد خدا نکرده، نه، برنامه‌ها متفاوت است از نظر کیفیت و از نظر به اصطلاح تنوع برنامه‌ها. میبینید که یه مقدار، حالا چون من اینجا هستم نباید زیاد تعریف کنم، به ما خورده نگیرید، متفاوت است. خب بریم سراغ هنرمند بسیار عزیزمون که هر هفته با ما هست و تشب پیشم که با هم جایی بودیم اینا واقعا گل کاشت و همه خوشحال بودن. باور کنید اینقدر زیبا نواخت و اینقدر زیبا کار کرد که همه، خب چند نفر اونجا بودن پیانیست اینا، ولی همه قبول کردن که بابا این به قول اینا
داستان متفاوتیه. بله، سراغ واهیگ اسکندر. واهیگ جان سلام. سلام، خوش آمدید به برنامه امید ایران. متشکرم. و OIPN، یعنی OIPN امید ایران و IPN، دو تلویزیون یکی شد، شد OIPN. متشکرم که دوباره دعوت کردین منو. درود بی پایان دارم به هموطنان عزیزم همه جای دنیا، هر کجا که هستن. امیدوارم اول سلامت، خوب و خوش باشم. مرسی. واهی یه کار بسیار قشنگی کرده در گلندل. اومده هر سال چهارشنبه ها هنرمندای قدیمی و موسیقیان‌های قدیمی و پیشکسوت ها و بچه های قدیمی و یه دوره گذاشته. براش واقعا سخته و پارسال به خصوص من شاهدم که کلی هم ضرر داد، ولی گفت سر که در راه عزیزان بود بار گرانیست کشیدن به دوش. امسال هم باز 5-6 سال الان. خودت یه مدار راجع برنامه مختصر یه توضیح بده که اگه عزیزان هنرمندمون در کنار تلویزیون هستن بیان و ما روی ماهشون ببینیم و از دور اقلن صداشون میشنفیم خودشون ببینیم. البته مساجی این برای ششمین ساله که دو هفته از ژانویه که میگذره. البته اینجوری شروع شد که یه چند تا از بچه ها گفتیم دور هم جمع شیم سالی یه بار لااقل همدیگر رو ببینیم. بعد این چند تا از بچه ها شدن، 10 نفر شدن، 20 نفر. این گفت به اون یکی بگیم دیم خونه جا نمیگه، مجبور شدیم گفتیم خب میریم یه رستوران. یه رستوران گرفتیم، خیلی هم کوچیک بود. بعد دیدیم تعداد هی همینجور داره زیاد میشه. مثلا از 60 نفر هم حساب کرده بودیم، 60 نفر هم بالاتر شدن. بعد رستوران رو مجبور شدیم جاشو عوض کنیم، یه جای بزرگتر بگیم. خلاصه یه جای بزرگتر گرفتیم، تقریبا 80 نفر 85 نفر از هنرمنده اومده بودن. اینه که گفتن خیلی خوش گذشت به ما، کسایی بودن که 30 سال همدیگر رو ندیده بودن. این گفتم خیلی خوش گذشت، اگه میشه سال دیگه هم تکرار کنیم. اینه که الان فردا پس فردا شیراز گلندل. بله، شنیدم که مارسل استفانی هم یکی از چهره های واقعا بزرگوار موسیقی ایران و چهره های که واقعا دیگه نظیرش رو مارسل استفانی نداری. بله، خیلی ها هستن. خیلی ها هستن. و اندی بود، شبال شبپره بود، نمیدونم هلم بود، بچه های میان دیگه. بخصوصا مارسل کس بردم خواستم بگم لجن، به قول اینج واقعا قول موسیقی ایران هست از نظر قول که میگم، نه گمده حاضر سواد و اینه. خود دیگه میدونی که خود واهی یک از بچه های بسیار با سواد موسیقی ایران هست. خب اجازه بدیم اگه موافق باشی واهی جان بریم یادی بکنیم، چون این آهنگو من نتونستیم تو آرشیف، خیلی مشکل بودن که آهنگ قدیمیه، یکی از نظر تصویری کیفیت خوبی نداشت، بنابراین ما میخواستیم پخش کنیم نشد، گفتم یادش بکنیم. و آهنگی به نام کالسکه زرین که یکی از کارهای اوایل کارهای منوچهر سخایی بود، تقدیم به خانواده سخایی. البته ما کجا با ایشون کجا، ولی خب میخوام فقط بگیم که ما یاد پیشکسوت‌های نازنین هستیم و خواهیم. شبت پنهان در غبار را بی خبر بگذشت و آرام از کنار من برده با خود از کنار من قرار من یار من در کالسکه.
خسته دزش و شهر خود بگسسته زرینی در فروغ ما آهست شود پنهان در غبار را یار من در کالسکه بنشسته دزش و شهر خود بگسسته چشمم بگذشت همچون رویایی با این راه دور و دراز که من به او میرسم با کالسکه زرینی در فروغ ما آهست شود پنهان در غبار را بی خبر بگذشت آرام از کنار من برده با خود از کنار من قرار من یار من در کالسکه بنشسته دلزش و شهر خود بگسسته یار من در کالسکه بنشسته این استاد عزیز، این پیشکسوت به نظر من همیشه کسی که دلش به عشق زنده میشه همیشه زنده است. من یادم میاد موسی جان میون کلمت، من یادم میاد آقای سخایی همیشه به من میگفت اون آخر که تموم میکنیم یه جوری تموم کن که کالسکه حس کنن که کالسکه داره دور میشه، مثلا اینجوری. من یکم که قشنگ چون تموم میکردم میگفت کالسکه هنوز داره میره چرا زود تموم کردی؟ حالا گاه گداری ما شبا خدا رحمت کنه بهمن امیری رو، یکی از واقعا کسان بود که عاشق موسیقی ها و بچه هایی که موزیک میزدن بود، خونش مرتب سعی میکرد یه جای آفیسش، توی آفیسش یه محفلی درست کرده بود و من همیشه من بودم، مرچه سخوی بود، پرویز قدرخانی بود
بعد دو سه تا دیگه بچه ها میوانیم شب میشستیم و بعض میدرست میکردن و منوچهر واقعا زیبا میخوند بدون ساز و اینا خیلی راحت میخوند. برجت یادش بخیر. ببینیم که کارگرد فنی برنامه مریم خانم عزیز چیزی آماده کردین از منوچهر. خودش هم ستار میزد. بله چه ستار قشنگی. گیتار میزد. ما که خود گیتار میزنم ستار. اگر آماده داریم با هم نگاه میکنیم به یکی از، البته از کیفیتش بگذاریم، به کیفیت تصویری اونچنان قوی، ولی صدای زیباش رو میتونیم ببینیم و یاد خودش. پرستو ای شدام هر پر زنان صحرای بی نمانشان را حریفون پیش من
بازه سیهمون موقع تو پریشون کردی با زیر موها جهرت رو پنهون کردی باز منو افسون کردی باز منو داغون کردی باز منو افسون کردی باز منو داغون کردی جان 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 دلم میخواد نسیمی پس بزنه با تو که ببینم دوباره حالت اون چشاتو دلم میخواد که شادی نون گله تو قلبه که ببینم دوباره قه قه خنده ها تو بازه سیمو منقا تو پریشون کردی بازیر موها چهرت تو پنهون کردی باز منو افسون کردی باز منو داغون کردی باز منو افسون کردی باز منو داغون کردی جان 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 دلم میخواد نسیمی پس بزنه اونقا تو که ببینم دوباره حالت اون چشاتو دلم میخواد که شادی لونه کنه تو قلبه که ببینم دوباره قه قه خنده ها تو بازه سیمو موها تو پریشون کردی بازیر موها چهرت رو پنهون کردی باز منو افسون کردی باز منو داغون کردی باز منو افسون کردی باز منو داغون کردی جان 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 که واهی یه آلبوم بسیار زیبا به نام شبنم داده بیرون که نزدیک چند وقت الان؟ هشت ماه میشه و پرشب که ما شنبه شب دیگه مهمانی بودیم و یکی از آقای میگفتی که آقای واهی واقعا ما وقتی این آلبوم شما رو گوش میکنیم اصلا خیلی از چیزامون فراموش میکنیم همینجوره واهی جا مثلا البته هم خواهم مردم ترغیب کنم که همچی کاری بکنن برم چیم بریم لاس وگاس اونجا هم پول میبازیم هم اعصاب برد میشه پوله رو میبازیم دیگه اونجا که برد تو کارش نیست حالا که این گرفتم بردم برای تفریح میره آدم ولی اونجا هم یه جایی که وقتی میرید حواست فقط به ماشین هست یعنی از تو افکار روز که گرفتاری یا روزمره که با آدم هست آدم رو خلاص میکنه اما اونجا چقدر باید خرج کنی چقدر راه بری فلان قضا اینا هم که خود برخلاف همچین فرقی نمیکنه اونچنان ولی چقدر زیباست که آدم با یک نمیدونم یه سی دی مثلا 15 دلار 12 دلار 14 دلار آره واده به قول این سی دی رو آدم وقتی گوش میده چقدر زیباست که آدم با این احساس قشنگ یادش بره اطرافش چی میگذره نه برای همیشه ولی برای کوتاه مدت شب که مثلا میخواییم بخوابین خدا شاهد باور کنید من حالا نمیخوام جلوی واهیک بگم اینا یا فکر کنید و میخوام بازارگرمی کنم نه واهیک الان 24-5 ساله با هم دوستیمون یه ریشه در خاک 25 سال زم یه ربع قرن میشه واقعا و ولی
باور کنید شب که وقت دادم دوستان میگفتم شب که ما میخوایم سیدری میذاریم انقدر ملایم راحت میخوام که اصلا یه موقع خاموش کنیم و همجور موزیک هست ملایم تا صبح. چقدر زیباست. حالا همینا رو گفتم بیایید و کلاه خودتون رو قاضی کنید. من نمیخوام میگم چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. مش آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید. زیبایی این آلبوم زیباست نه اینکه مصطفی خاکنگار بگوید، نه، این آلبوم قشنگه. و حالا با هم گوش میکنیم به یکی از کارهایی که واهگ زده گوش کنید. ببینید چقدر با پنجه زیباش امپرویز دنبال هستش دنبال آهنگ. ببینید چقدر قشنگ و این آهنگ دلنشینه. با هم گوش میکنیم.